درود و صد درود و به نام خدای رنگین کمان نورا هستم. با نگاهی به اقتصاد در هفته پیش رو، چشم انداز هفتگی اقتصاد و بازارهای مالی در هفته که قرار بشه هفته 29 سال 2024، مثل همیشه ابتدا یه نگاهی داشته باشیم به اتفاقات هفته گذشته و ببینیم که ما هفته گذشته چی داشتیم و بعد بررسی کنیم چشم انداز دادهای هفته پیش رو. هفته گذشته تمرکزها بیشتر بود روی دادهای تورم بود، یعنی بیشترین توجهی که هفته قبل ما داشتیم دادهای تورم بود، حالا از کشورهای مختلف و همینطور جلسه 2 روزه شهادت آقای پاول، یا در حال شهادت بهش بگیم یا دفاعیه بگیم یا جواب پرسش پاسخ آقای پاول، و همینطور در بخش انرژی هم گزارش های ماهانه مؤسسات مختلف منتشر شد. در بخش تورم اگر بخوایم بگیم، تورم خب دادهایی که منتشر شد نشون داد که تورم مثلا از همه اول بخوایم شروع کنیم، در مکزیک یه مقدار رشد داشت تورم، در چین تورم در مقیاس ماهانه برای پنجمین ماه متوالی در مقیاس ماهانه 2.2% در واقع درصد در مقیاس ماهانه کاهش پیدا کرد، اما در مقیاس سالانه رشد 2.2% داشت که برای پنجمین ماه متوالی مثبت بود، ولی خب رشد همچنان خیلی کمتر از اون انتظاراته، یعنی برگشت تورم از محدوده منفی نگران کننده است که در چین این به خاطر درخواست های پایین خب خیلی نگران کننده است برای بخش و هم بخش تولیدی و هم بخش خدمات. خیلی از مردم در چین ترس از خرج کردن پول دارن و نگاه مثبتی نسبت به پیشرفت اقتصادی و شرایط کاری ندارن و به همین دلیل پول خرج نمی کنن. در نیوزلند بانک مرکزی نرخ بهره رو کاهش نداد، طبق چیزی که انتظارم میرفت در همون 5.5% حفظ کرد، ولی خب با توجه به صحبت هایی که انجام داد، صحبت های انبساطی بود و گزارش هایی که داد و نوع نگاهی که نسبت به اقتصاد و شرایط اقتصادی ارائه کرد بانک مرکزی نیوزلند یا رزرو بانک نیوزلند، نگاه انبساطی بود و چش گزار در واقع جوری سیگنال داد از کاهش نرخ بهره در جلسه بعدی، که خب همین مثلا باعث شد که دلار نیوزلند یا کیوی تضعیف بشه. دیگه در ادامه ما اگه بخوایم نگاه کنیم، دادهای تورم روسیه رو داشتیم که خب در روسیه تورم مثل چین کمتر از انتظار رشد کرد، ولی خب در مقیاس سالانه 8.6% بود تورم. دیگه در ادامه بعد از اون ما در نظر دادهای تورم آلمان رو داشتیم که یک رشدی که برابر با انتظارات بود، رشد 0.1% ماهانه و 2.2% سالانه رو داشت. اما مهمترین داده تورمی که ما هفته گذشته داشتیم داده تورم ایالات متحده بود، نشون داد که دو تا عدد متناقض رو ما داشتیم. در روز پنجشنبه ما داده مصرف کننده رو داشتیم که خب نشون داد به پایین ترین سطحش از سال 2021 رسیده، اما روز بعدش که ما داده تورم تولید کننده رو داشتیم، نشون داد که تورم تولید کننده دوباره رشد پیدا کرده و همین نگرانی ها رو یه مقدار دوباره روشن کرد، بیشتر کرد نسبت به اینکه آیا این تورم تولید کننده ای که الان رشد کرده در ماه آینده به مصرف کننده منتقل می شود یا خیر. دیگر دادایی که داشتیم هفته گذشته 3 تا گزارش مهم داشتیم از سازمان بین‌المللی انرژی، سازمان اطلاعات انرژی ایالات متحده و سازمان اوپک، که اینها در مورد میزان چشمانداز در واقع مصارف انرژی، میزان تولید، میزان عرضه و تقاضا گزارش که دادن، گزارش یه مقدار متناقض بود. سازمان بین‌المللی انرژی نسبت به چشمانداز میزان مصرف خوشبین نبود، اما اوپک نسبت به میزان مصرف خوشبین بود. این مقدار تناقضشون در چشماندازی که نسبت به اقتصاد چین دارن، اینا مهمترین اتفاقاتی بود که از نظر دادای اقتصادی بود. اما در نگاه ژئوپلیتیک ما مهمترین مسئله که داشتیم اینکه نشست ناتو بود که در ایالات متحده بود و با سوتی هایی که آقای بایدن داد، نگاه ها در مورد چشمانداز وضعیت انتخابات ایالات متحده یه مقدار بیشتر چیز شد، حالت میکسی ایجاد شد یا حالت سردرگمی ایجاد شد، که خب همین باعث میشه که یه مقدار فشار بیاد رو دلار ایالات متحده. در کنار اون فشارهایی که ما داشتیم، خب با کاهش تورم احتمال کاهش نرخ بهره در ایالات متحده در ماه سپتامبر به بیش از 74% افزایش پیدا کرد و همین باعث میشه که خب فشار رو بازار ارز رو دلار بیاد و رشد بازار سهام یه مقداری تقویت شد. خب همین مسئله در کنار اینا اگه در تغییرات ژئوپلیتیکی هم در نظر بگیریم و
به خصوص میگم حالا بحث انتخابات ایالات متحده اگه در نظر بگیریم، خب همین تاثیر یه مقدار دیگه دوباره تاثیر منفی روی ایالات چیز گذاشت، روی دلار امریکا گذاشت خودمون مثلا. اما یه خبر مثبت دیگه هم که ما داشتیم هفته گذشته این بود که اواخر هفته سه خبرهای منتشر شد نسبت به اینکه گزارش شد در مذاکرات صلح بین اسرائیل و حزب الله یا حماس یا حزب الله فلسطینی ها در حال به یک نتایج مثبتی رسیده، احتمال داره به توافق برسن نسبت به اینکه هیچ کدوم از طرفین در اداره آینده غزه نقشی نداشته باشن و اینا. خب این هم یه خبر طبعا مثبتی بود. اما در هفته پیشرو اگر بخوایم نگاه کنیم که ببینیم که خب حالا با توجه به هفته گذشته داشتیم، ضمن اینکه بنم بگم که هفته گذشته ما گزارش های درآمدی رو هم داشتیم، هفته گذشته گزارش های درآمدی که منتشر شد نشون داد که وضعیت تقریبا خوب بود، یعنی ما با گزارش های تقریبا مثبت روز پنجشنبه و جمعه جی پی مورگان مثلا روز جمعه سیتی گروپ و جی پی مورگان اینا بانک آف ملون نیویورک اینا گزارششون منتشر کردن، همه بهتر از انتظارات بودن روز جمعه. روز پنجشنبه ما گزارش پپسی کولا و دلتا ایرلاینز داشتیم در بین شرکت هایی که میشناسیم، خب اینا یه مقدار گزارششون متناقض بود، یه مقدار باعث شد که چشم انداز مثبت ایجاد نشه. حالا هفته آینده گزارش های درآمدی بسیار زیادی خواهیم داشت، هفته خیلی شلوغی برای گزارش های درآمدی. بانک ها ادامه خواهند داد در روز دوشنبه و سه شنبه با گلدمن ساکس در روز دوشنبه و بعد در روز سه شنبه بانک آف امریکا هستش، مورگان استنلی از شارل شواب هستش، اینا هستن که با گزارش درآمدی اینا رو ارائه میدن و همینطور و بعد از اون دیگه حالا شرکت های دیگر شروع میشه مثل یونایتد تل گروپ و دیگه حتی روز چهارشنبه جیسون ان جیسون هستش که شرکتی حالا معتبرتر بیشتر شناخته شده هستش. روز پنجشنبه هم نتفلیکس یکی از اولین در واقع اولین غول بخش تکنولوژی که گزارش را میده روز پنجشنبه است که نتفلیکس، همینطور تایوان سمی کندکتور که اینا هم گزارش روز پنجشنبه میدن. گزارش درآمدی هفته آینده خیلی مهمه و یه تاثیر بسزایی قطعا روی روند بازارهای سهام خواهد داشت. در مورد تقویم اقتصادی در ایالات متحده هفته آینده هفته خیلی خلوتی خواهد بود در ایالات متحده. مهمترین داده شاید روز سه‌شنبه داده خرده فروشی باشه که نشون خواهد داد که میزان عرضه و تقاضا و تعادل عرضه و تقاضا در ایالات متحده به چه صورت. ما یک دیدگاه عمومی در مورد رشد اقتصادی ایالات متحده خواهیم داشت. پیش بینی میشه که رشد اقتصادی عدد ضعیفی باشه، عدد قوی نباشه و دوباره از اون ضعف اقتصادی و فشار بیشتر دلار احتمالاً حمایت بکنه. در دیگر جاها اگه ما بخوایم در نظر بگیریم، در بریتانیا هفته آینده هفته مهمی خواهد بود و همینطور در چین اگر در نظر بگیریم مثلا روز دوشنبه ما تولیدات ناخالص داخلی چین رو داریم برای سه ماهه دوم، در واقع شاخص تولیدات ناخالص داخلی، شاخص تولیدات صنعتی باید منتشر بشه، میزان نرخ بیکاری باید منتشر بشه، دادهایی که ما چیز داریم، دادهایی که ما روز دوشنبه از چین انتظار داریم دادهای خیلی مهمی هستند و احتمال بسیار زیاد اکثر اینها یک رشد آرامتری رو برای اقتصاد چین پیشنهاد میدن نسبت به اون چیزی که در ابتدای سال پیشنهاد شده بود. این میتونه تاثیر تحدی اگر اینطوری که پیش بینی میشه باشه، تأثیری تا حدی منفی روی بازار انرژی هم داشته باشه، میتونه داشته باشه. در چین ما دیگه ما میبینم حالا که چین رو شروع کردیم، در چین نه دیگه همینا مهمترین داده که در چین داشتیم. حتی در ژاپن هم ما داده زیادی داریم، یعنی در ژاپن روز جمعه داده تورم رو داریم منتشر میشه، روز پنجشنبه داده تراز تجاری ژاپن رو داریم که اینا قطعا میتونه مهم باشه. اما بریتانیا دیگه اون یکی کشور شلوغ دیگه است که ما برای هفته پیشرو در موردش داده زیاد داریم، به خصوص داده تورمی بریتانیا که هم تورم تولید کننده است هم تورم مصرف کننده روز چهارشنبه منتشر میشه و بعدش هم حوزه یورو. هر دو تای اینها پیش بینی میشه که نشون بدن، حالا در بریتانیا اگه بخوام حساب کنیم پیش بینی میشه که نشون تایید کنه که تورم یه مقدار دیگه بیشتر کاهش پیدا کرده. تو تورم عمومی البته اینم بگم تورم عمومی در ماه گذشته به 2% رسید، این ماه احتمالاً در واقع حتی اگه بشه مثلا 2.1% 2.2% عدد خوبیه تو این شرایط، که احتمالاً تورم بریتانیا در ماه جون یا جوان تقریبا اولش 2.1 یا 2.2% منتشر خواهد شد و برابر با پیش بینی میشه، تغییر در بازار ایجاد نمیکنه ولی خب حمایت میکنه از کاهش نرخ بهره در جلسه بعدی بانک مرکزی بریتانیا. در حوزه یورو
تورم پیش بینی میشه که ثابت بمونه، یعنی بعد از اینکه حالا کاهش پیدا کرده به 2.5%، احتمالاً تو این محدوده 2.5% ثابت باقی بماند. و این به این معنی که روز پنجشنبه که روز در هفته پیش رو ما جلسه بانک مرکزی رو داریم در حوزه یورو، احتمال بسیار زیاد بانک مرکزی اروپا نرخ بهره رو حفظ خواهد کرد در سطوح فعلی که بین 3.75 تا 4.5% برای وام‌های مختلف سپرده گذاری و غیره، که بین 3.75 تا 4.5% این پیش بینی میشه که این نرخ بهره باقی بماند، تغییری در این ایجاد نده. ولی خب سیگنال هایی بدن که با توجه به داده اقتصادی ما در جلسه بعدی یعنی در جلسه سپتامبر کاهش نرخ بهره خواهیم داشت. دیگه نکته مهمی که در هفته پیش رو خواهیم داشت، دادهای تورم خواهد جای دیگه هم ما داریم، مثلا روز جمعه دادهای تورم نیوزلند رو ما داریم، دادهای تورم کانادا رو داریم. تو کانادا هم احتمالاً دادهای تورمی که منتشر میشه، چون کانادا در ماه قبل کانادا، بانک مرکزی اروپا، بانک مرکزی کانادا و بانک مرکزی سوئد و سوئیس، اینا اولین بانک‌های مرکزی بودن که شروع به کاهش نرخ بهره کردن. احتمالاً این همه اینها به خصوص حالا کانادا و ایالات حوزه یورو، بانک مرکزی اروپا، اینا در این جلسه این ماهشون که حالا بانک مرکزی اروپا این هفته است، بانک مرکزی کانادا 2 هفته دیگه است، اینا در این ماه احتمالا نرخ بهره رو کلا در این جلسه، در جلسه که محتاطانه نرخ بهره رو ثابت نگه بدارن و احتمالا دوباره مثل بانک مرکزی امریکا در سپتامبر برن به سمت کاهش نرخ بهره. این از نظر داده اقتصادی اینا بود و مهمترین ها ایناست. نکته دیگه ای که در بازار باشه که بخوایم در موردش صحبت کنیم در تقویم اقتصادی این هاست، چیز دیگه ای نداریم. اما بریم ببینیم با توجه به این شرایطی که ما داریم، ما رو در بازارها در چارت ها چه خبره. من چارت هم باز کنم. خب با توجه به این چیزهایی که داریم، ببینیم که بازار وضعیتش به چه صورته. خب این چارت اس ام پی 500 همونطور که میبینید، اس ام پی 500 این کاهشی که در واقع کاهش و افزایشی که داشت، خب این کاهش دادهای روز سه‌شنبه، روز پنجشنبه بود که دادهای تورم منتشر شد. دادهای تورم که منتشر شد، بعد از دادهای تورم بازار مقدار رشد پیدا کرد، اما باز اظهارات ضد نقیضی که روز پنجشنبه ما چهارشنبه در روز از سخنرانی بانک مرکزی داشتیم و اعداد دیگه که داشتیم، بازار سهام و به خصوص گزارش درآمدی نسبتا ضعیفی که داشتیم باعث شد که بازار سهام کاهش پیدا کنه. اما روز جمعه هم گزارش درآمدی که ما داشتیم مثبت بود، هم چشم انداز ها نسبت به کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر بیشتر شد و خود همین مسئله باعث شد که دوباره بازار سهام یه جوری تقویت بشه و این باعث رشد نسبی با اس ام پی 500 شد. ما همین شرایط ما در هم اس ام پی 500 داشتیم، هم در نزدک داشتیم، هم در داو جونز داشتیم، یعنی شبیه شرایط مشابه رو ما در همین داشتیم. و به صورت کلی بازارها در روز جمعه همش همین شاخص اصلی رکوردهای جدید دادن. پیش بینی میشه که این رشد نسبیه یه مقدار با توجه به نگرانی های چیز، نگرانی هایی که وجود داره، یه مقدار رشد نسبی آرومتر بشه. نگرانی هایی که در مورد آیا بیش از حد اندازه گز قیمت گذاری شدن یا نه یک، و دوم نگرانی بعدی این هستش که مثلا این الان در جونز، خب این میگم این نزدکه، این که خب نزدک هم دوباره پنجشنبه کاهش پیدا کرد، جمعه افزایش پیدا کرد، اما نزدک نتونست با سران لای سمپی 500 همین ضررهای روز پنجشنبهش رو جبران کنه. و به صورت کلی بازارها در هفته گذشته بالاتر بسته شدن. میگم این هفته پیش و رو گزارش درآمدی خیلی مهمن، یک، و دوم احتمال برداشت فایده و سیو سود در بازارهای سهام الان خیلی احتمالش زیاد شده که خب خیلی شاید بتونن بخوان تصمیم بگیرن که سیو سود کنن، چون گزارش درآمدی هم داره منتشر میشه، سیو سود کنن بازار خارج بشن. و همین سیو سود احتمالی در هفته پیش رو، در یک هفته پیش رو، هم میتونه رشد بازار سهام رو مقدار کنتر کنه و هم میتونه که درخواست برای دلار رو بیشتر کنه، به خاطر اینکه خب کش میخوان وایسن، درخواست برای دلار بیشتر میشه و درخواست برای نقدینگی در مورد بیشتر برای دلار، هر چه درخواست هم بالاتر بره قیمتش هم میتونه افزایش پیدا بکنه. این عمود بازار سهام در مورد شاخص دلار به همین دلایلی که عرض کردم خدمتتون، احتمال داره که با دلار حتی یه مقدار هم کاهش پیدا بکنه. ولی خب ما پیش بینیمون این هستش که دلار احتمالا برای ماه، برای این ماه تا آخرای ماه، تا قبل از اینکه گزارش های میزان درآمد و مصارف شخصی منتشر بشه، احتمالا تا اون زمان بین محدوده 103 تا 104، احتمال تو همین محدوده بین 103 تا 104، بیشتر نزدیک به محدوده 104 احتمالاً حرکت خواهد کرد، یعنی بیشتر در نیمه بالای این محدوده حرکت خواهد کرد و دلار انتظار ضعف زیادی ازش نداریم.
در مورد بازار انرژی، من در مورد بازار نفت عرض کنم خدمتتون که بعد از حالا رشدی که ما داشتیم یه اصلاحی رو داشتیم. این اصلاح الان تا 61.8% فیبوناچی فن هم اومده، این اردش 82 دلاری میشه این صد. اگر روز دوشنبه ما داده اقتصادی چین رو خیلی ضعیف داشته باشیم، یعنی داده خیلی ضعیفی بشن، نفت میتونه مقدار بیشتر کاهش پیدا بکنه. ولی اگر داده چین داده نسبتا خوبی باشه و چشم انداز اقتصادی چین مقدار چشم انداز اقتصادی خوبی باشه به عنوان بزرگترین وارد کننده انرژی، اون موقع نفت میتونه از این سطوح برگرده. ولی در سطحی که الان قرار خیلی سطح کلیدیه، یعنی برای اینکه ما بتونیم که بگیم که نفت روند بعدش نزولی خواهد بود یا صعودی، باید قطعا این بتونه خودش رو بالاتر یا پایینتر از 80 دلار تثبیت بکنه. در بازار رمز ارزها، بازار رمز ارزها خب از طرفی ما فروش رمز ارزهایی که چیز داشت، دولت آلمان داشت، خب اونها تقریبا تموم شده، سرعتش خیلی کم شده، تموم شده. خب حالا این از اون ور، ولی خب اون صرافی چی بود اسمش فراموش میکنم همیشه، که رمز ارزهایی که قبلا مشکل پیدا کرده بود الان داره برمیگردونه به صاحباشون. خب اینها بیت کوین ها رو، بیت کوین و بیت کوین کش ها رو، این در واقع اینجوری ارز رو زیاد کرده. این عدم تعادلی که در عرضه و تقاضا ایجاد شده در اصل اخیر دوباره کمک کرد که ارزش بیت کوین بره پایینتر، کاهش پیدا بکنه. همچنان ما توی روند در نظر تکنیکال هم توی روند نرم نزولی هستیم و هر روندی بخواد تغییر باید بکنه، بخواد مثبت بشه، باید بالاتر 62,000 دلار بره، و اگه بخواد روند نزولی بشه باید حتما خودش رو زیر 50,000 دلار تثبیت کنه. بین 62 تا 5 بین 50,000 دلار تا 62,000 دلار میشه محدوده که میتونید اسکان کنید برای خرید در اینجا، فروش در اونجا، خرید در اینجا، فروش در اونجا، چون احتمالاً ما تا یک بازه زمانی کوتاه مدت همین روند رو داشته باشیم دیگه. این هم کلیات بازار، همینا بود دیگه، این هم کلیات بازار. حالا باز اگه سوال داشتید تو بخش کامنت ها بنویسید، سعی کنم اول فرصت برگردم و به سوالتون جواب بدم. تا فرصتی دیگر که بتونیم در خدمتتون باشیم، خدایا رو نگهدارتون.